سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدید هموطنان گرامی. امروز در خدمتتان هستیم تا نزدیک به یک ساعت یک گفتگوی متفاوت با یک دختر خانومی داشته باشیم که ادعاهای عجیبی درباره طالبان دارد. طالبان در برابر او ادعاهای دیگری دارند. طالبان ادعا دارند که برای نجات اسلام جهاد کردند و جنگیدند. طالبان ادعا دارند که برای محافظت از دین و ایمان مردم افغانستان به میدان آمدند، مبارزه کردند و جنگیدند. طالبان ادعا دارند که برای تطبیق قوانین شریعت و اسلام به میدان آمدند و در حال مبارزه کردن هستند و در حال حکومت کردن هستند. شما قضاوت کنید که ادعای طالبانی که با شکنجه، با سرکوب، با زندانی کردن، با کشتن به دنبال پیاده کردن قوانین اسلامی هست درست است یا ادعاهای مهمان امروز؟ هر چندی که شما میدانید، همه مردم افغانستان میدانند که تفاوت کهکشانی میان ادعاهای طالبان درباره اسلام و دین حقیقی، دین اسلام است. شاید خیلی ها بگویند که خب چرا چند میلیون زن دیگری که در افغانستان هست در زندان طالبان نیست؟ چرا چند میلیون دختر دیگری که در افغانستان هست در زندان طالبان نیست و دستگیر نشده و شکنجه نشده؟ اما من میخوام مشخص و مستقیم از شما بپرسم، مشکل شما با طالبان از کجا آغاز شد؟ ما در روی خیابانا میرفتیم، فحش میشنیدیم از دکاندار که استاد بود. چه حسی نسبت به یک مرد در وجود شما پیدا میشد وقتی میدیدید شما در خیابان هستید و مردان جامعه تان از کنارتان عبور میکنند؟ این چه حسی بود؟ این حس را برای ما و برای بیننده های ما بگویید. کی به شکل آگاهانه، چی ناگاهانه بیشتر از ما مردان جامعه قربانی هستند و اون شکنجهگاه ها هنوز پر از مردان بی‌دفاع هست، هنوز از زنان بی‌دفاعی است که کسی گمنامند، کسی خبر ندارد. آیا دوست دارید او لحظات را برای بیننده ها بازگو کنید یا نه؟ اما واقعا در زندان چه گذشت و آیا واقعا شکنجه می شدید و اگر شکنجه می شدید چگونه و چطور؟ من اگه چیز نامد از این که زنده به دست طالب باشم یا خودم هم از اپارتمان پایان انداختم. بی‌شرفانه ترین زندگی از زمان تجربه کردم که در زندان طالب بودم. در یک خانواده مذهبی مثل افغانستان بزرگم شده بودم، نماز هم میخواندم، روزه هم میگرفتم، ولی بعد از سال 2022 من همو عقاید تمامش از بین رفت. خب من لباسای من بزور از تنم دو کردم و عکس و ویدوهایی گرفتم که اصلا من نمیفهمیدم اون عکس و ویدو برای شکنجه یا برای نشر و پخش اصلا تصور نمیفید میکردم بابا تجاوز میکنند. و از اون سال با وقتی که از اون زندان ها سلام، وقتتان بخیر خانم پریانی، امیدوار هستم خوب باشید و سپاسگزار از اینکه وقت دادید تا مهمان برنامه کاکتوس باشید و نزدیک به یک ساعت با مردم افغانستان و بیشتر با زنان افغانستان هم کلام باشید و صحبت کنید. من آرزو دارم که در مصاحبه امروز ما به هر آن چیزی که تا امروز گفته نشده بیشتر بپردازیم تا آن چیزهایی که گفته شده. فقط در یک مورد میخوایم در همین شروع مصاحبه قبل از آغاز صحبت‌های خانم پریانی بگویم که طبق اعلام رسانه‌های افغانستان که در بیرون از افغانستان فعالیت دارند، در نزدیک به 3 سال حکومت طالبان 87 انسان در زندان‌های طالبان کشته شدند و آن هم زیر شکنجه،
یا غرق مصنوعی شدند، یا از سقف آویزان شدند، یا با شلاق جان خود را از دست دادند، یا آنقدر فشارهای روحی بر زندانیان زیاد بوده که جان خود از دست دادند. 87 انسان که مطمئن نیستم در بین آنها زن نباشه، جان خود را در زندانهای طالبان از دست دادند. امروز قرار است که با خانم پریانی مصاحبه کنیم. در ابتدا اگر صحبتی با بیننده ها هست و سلام علیک بفرمایید تا انبوهی از سوالات را من شروع کنم به پرسیدن. خب سلام بر شما و سلام بر همه همانان که بیننده ما هستند و خصوصاً تنها زنان مردم بی‌دفاع، پیر و جوان، کودک که در چنگال طالب تروریست مانده. امیدوارم همه‌شان خوب باشند و روزی بتونیم حداقل اگر یک کشور ویران داریم، حداقل اگر نان نداریم، فقیریم، بتونیم همانند یک انسان حداقل یک زندگی انسانی در سرزمین داشته باشیم. امیدوار هستم. خانم پریانی بیاید که به داستان خودتان ورود کنیم. اول اینکه تعدادی از بیننده های ما شاید همین لحظه بپرسن که مشکل شما با طالبان از کجا آغاز شد؟ اصلا چرا طالبان شما را دستگیر کردن؟ تعدادی از بیننده به دلیل که من خبرنگار هستم، من میخوایم از زبان همه مردم افغانستان از شما سوال بپرسم، از زبان او شهروندی که خود را بیشتر نزدیک به طالب احساس میکنه تا مخالفین طالب، از زبان او هم اجازه بدید من امروز از شما پرسشایی داشته باشم. شاید خیلی ها بگویند که خب چرا چند میلیون زن دیگری که در افغانستان هست در زندان طالبان نیست؟ چرا چند میلیون دختر دیگری که در افغانستان هست در زندان طالبان نیست و دستگیر نشده و شکنجه نشده؟ اما من میخوایم مشخص و مستقیم از شما بپرسم مشکل شما با طالبان از کجا آغاز شد و چطور دستگیر شدید؟ اول اینکه من در یک جامعه سنتی، در یک خانواده مذهبی تولد شدم و من و خواهرم یکی از اولین دخترای بودیم که از ولایت پنجشیر بودیم، با این ولسوالیش به نام پریان بود. ما کسایی بودیم که مکتب رفتیم و در خانه ما مثلا اولین کسی که آمد فعالیت‌های مدنی داشت از خود امو ولسوالی خواهر ما بود. و زمانی که طالب به افغانستان آمد اصلا دیگه قابل قبول نبود، نه طالب، نه تفکر طالب و نه رژیم طالبانی، و اصلا هیچ فکر نمی کردم که بتانم قبول بکنم اون طالبه، و خصوصا وقتی که مادرم در از حکومت اول طالبا، من خودم بیاد ندارم اتفاقایی که بر زنا افتاده بود، ولی مادرم همیشه قصه می کرد و هیچ وقت این بر من قابل قبول نبود و نمی خواستم به عنوان یک زن دوباره به عقب بر بگردم، در خانه بمانم و اما زندگی انسانی خود را بتم. با تمام زجر و فشار و مشکلاتی که در خانه، در محیط جامعه خود داشتیم، من بالاخره یک زن کار بکنم، میتونستم با تنهایی بدون کدام مرد حداقل خودم باشم. اما بعد از آمدن طالبا همه او آرزوهای خود را دولت نابودی فکر میکردم. به این دلیل وقتی که طالب در افغانستان آمد، ما خواهر چند نفر که جوانتر بودم و یک تعدادی از دوستایی که تمام شده که میشنم هم دیگر بریم اعتراض بکنیم، برای خیابان ها بریم و هم سرنوشت با زنان نباشیم که 20 سال قبل در خانه ماندن و تمام آرزوهای زنانیشان از بین رفت. و همین به خیابان آمدن شما و هم فکران شما و ایستادنتان در برابر طالبان باعث شد که شما توسط طالبان مورد هدف قرار بگیرید، دنبال شما باشن و در نهایت شما رو دستگیر کنن. این فشرده داستان بود، درست است؟ بله، ما بروی خیابان ها رفتیم. خب یکی اول به عنوان یک زن طالب به افغانستان آمده بود و قرار بود ترسوتم و قوانین از اینا فقط علی زنان باشه. حالا دیگه طالب خیلی ناشنای بر ما زنان افغانستان نبود و در باری از او چهره طالب تونیست
یک چهره ریاکار کس که بر همه ما هست، گروهی که 20 سال بر باس زن پناه برد، با بدن زن پناه برد، اونم بلباس های یک زن بیدفای که برقه و چادری بود، بیشتر اوقات وقتی اینا دستگیر میشدن، تا ای که امروز بتانن بنام دین بنام شریعت به جایگاه برسن که امروز سرکارت هستن. و امروز هم شما ببینید که طالب دوباره بنام دوباره زن گروگان گرفته، دوباره نام زن گروگان گرفته برای از این که بتانن رسمیت پیدا بکنن و از هر طرف برای از اینا پول برسن. و طالب قاتل برادر 26 ساله ایم است که سرباز بود، کننده افغانستان و قاتل هزاران پسرهای جوان مردم افغانستان بود. و از زمانی هم که اینا بار اول به افغانستان آمدن، شما فکرتان است که به نام عفو عمومی دروغی شروع کردن برای درگیری سربازا، که بیشترین کسای که اطرافیان همسایه ما بودن به اون زندان ها برده شدن و تا امروز خبری از اونا نرسید. ویدوهای که از کردن خودش توسط خود طالب نشر پخش می شد، شرایط بد و خطرناکی که در پنجشیر اتفاق افتاد، ما یک لحظه شان نفراموش بکنم. این چیزایی بود که من وادار ساخت برم و اعتراض بکنم. یک دختر بونم بروی خیابان بدون از این که مرد کنار ما باشه یا از این که مرد خانواده بر ما اجازه بده، فقط به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن تصمیم گرفتم متعهد باشم. و فکر میکنم تنها کاری که در طول عمرم تصمیم خوب گرفته بودم همین کار بود. بسیار خوب. پس خیلی ها شاید امروزی که من با شما مصاحبه میکنم بگویند که خب شاید پشیمان باشید از اقدام این که برای خیابان آمدید و بر علیه طالبان که گروه تروریستی بودند که به حاکمیت رسیدند ایستادید و مبارزه کردید با دست خالی. اما شما تأکید میکنید که تصمیمتان تصمیم درستی بوده و مسیر مبارزهتان مسیر درستی بوده. بله. بسیار خوب. یک سوال دیگه ای که من پیش از اینکه برسم به حوادثی که در درون زندان رخ داد، میخوایم یک سوال خیلی کلیشه‌ای اما دوست دارم پاسخ شما متفاوت باشه را بپرسم. خانم پریانی، این که به عنوان یک زن به خیابان بیایید و صدایتان در برابر شاید یکی از وحشتناکترین گروه های تروریستی در جهان بلند کنید و در برابرشان بایستید، نه از راه دور، نه از یک کشور دیگر، در همان کشوری که آنها حاکم هستند بایستید و صدا بلند کنید و مردان او جامعه سکوت کنند و مردان او جامعه در کنارتان نباشند و مردان او جامعه حاضر نباشند که جان خودشان را به خطر بیندازند و در برابر طالبان بایستند و مبارزه کنند، چه حسی نسبت به یک مرد در وجود شما پیدا می شد؟ وقتی می دیدید شما در خیابان هستید و مردان جامعه تان از کنارتان عبور می کنند و خیلی هم موافق نیستند با این کاری که شما می کنید، این چه حسی بود؟ این حس را برای ما و برای بیننده های ما بگویید. زن بودن در جامعه افغانستان هیچ وقت کار آسان ساده نبوده. به نظر من این که زن تولد میشی در اون محیط کار میکنی، بیرون از خانه فعالیت میکنی، با مبارزه و با این مشکلات ها روبرو میشی، با مبارزه کردن بلد میشی. زمانی که من بروی خیابان ها رفتم، تنهایی نه که مردای خصوصا حالا از خانواده ما همیشه میگیم که از خانواده خود باید شروع بکنیم که نبودن، ما در روی خیابانا میرفتیم فحش میشنیدیم از دکاندار که استاد بود، از بچه های که از دور بر ما سپری میشده، تا فحش هایی که من نمیتونم به زبان خود بیارم. میگیم اینا کسایی هستن که حالا از روسپیگری ماندن و دلتنگ شدن، حالا بیرون شدن از بروی خیابان ها. یعنی از این بدتر لقبای بود که حالای تناسلی خود نام میگرفتن. اینی موضوعات های بود، ولی بالاخره من با اون فحش ها عادت کرده بودم. اون حرف های نبود که حالا شاید من اولین روزای بود که متعرض شدم رفتم روی خیابان ها، ولی با اون فحش ها، با اون چتیادگویی که ازای بدن من نام گرفتم بشد و ازای بدن خود نام میگرفتن، با اون چیزا عادت کرده بودم. اما فقط چیزی که برام حس میداد همین که نباید سکوت بکنی و
و حس دیگه که می دیدیم هیچ کسی نیست، فقط خود تنها احساس می کرد. یعنی این که خانم پریانی، شماری از مردان جامعه افغانستانی که اتفاقا آنها هم طالب پسند نیستن، یعنی تعداد زیادی از مردم افغانستان، مردان افغانستان امروز در افغانستان هستند، اما این نیست که مخالف طالب نباشند. به دلیل محدودیت های مدنی نمی توانند در برابر طالب بایستن و مبارزه کنند و صدا بلند کنند اما همانها مخالف مبارزه شما بودند و وقتی که از کنار شما در جریان مبارزه تان می گذشتند شروع می کردند به توهین و تحقیر کردن شما. درست است؟ خب اینم برمیخوره به این که طالب یک شبه به افغانستان نامده. تفکر طالب تفکری است که از بطن جامعه افغانستان سرچشمه‌گرفته. خود قتل فرخنده زیر سقف جمهوری اسلامی افغانستان، سنگسار رخشانه در می 2019، علت کوب دخترها در دانشگاه کابل، تمام از این نشان می‌ده که اینها بودن، همین تفکر بود که شاید اکثرش از خانواده های ما سرچشمه گرفت که امروز طالب بیایه حاکم افغانستان باشن. و امروز شاید در ظاهر کسایی که عقده در مقابل زنان در افغانستان دارن بگن که تنها زنان قربانی هستن، ولی چی به شکل آگاهانه چی ناآگاهانه بیشتر از ما مردان جامعه هم قربانی هستن، هم شکنجه میشن، هم به قتل میرسن و هم بیشتر از ما هر روز سرکوب شده میدن. ولی این حرفی هست که نمیتونه کسی اینده بپذیره. اما همان مردان جامعه سکوت کردن و در برابر طالبان صدا بلند نمی کنن. متاسفانه صدا بلند نمی کنن. بسیار خوب. خانم پریانی، تنها صدا بلند نمی کنن و در غیر از او با طالب یک جا در سرکوب کسی که تا به عنوان یک قربانی حداقل از اون زندان ها زنده بیرون شدید، همین تعداد مردم دوباره به تو حمله میکنن و حتی طرفدار همی بودن که جای زنده بیرون شدن و امروز که میایی در رسانه حرف میزنی جای از این فقط مجسد در کوچه و پس کوچه افغانستان انداخته میشد. بله، این وجود داره و من بعد از مصاحبه های اخیر شما یک صحبتی را از یکی از، البته خودشان خود را عالم دین خطاب میکنن به دلیلی که به منبر مسجد میرن و از آنها و از آنجا با مردم افغانستان سخن میکنن، میگم عالم دین، اگر نه خب یک عالم دین باید شاخصه های خیلی بیشتر از چیزی که خودشان ادعا میکنن باید داشته باشند. من یادم میایه او روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته میشه که پیامبر اکرم گفته بود من روزی رو میبینم که کسانی که مثل میمون میمانن، مثل شادی میمانن و از منبر ما بالا میرن و نقش انسان را دارن صحبت میکنن. شاید این همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم به همان دورانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صدر اسلام گفته بود رسیده باشیم. یکی از همان افراد بعد از مصاحبه اخیر شما آمد و در یکی از منبرهای مساجد بلند صدا کرد و گفت که، خطاب به شما گفت که او دختر را باید در میان مردم در بین شهر برهنه می کردند نه در زندان. او دختر را باید در بین شهر برهنه می کردند نه در بازداشتگاه های طالبان. او سخنرانی را شما شنیدید؟ او صحبت های او عالم دین نما را شما شنیدید خانم پریانی؟ ما حرف مولای و نابعی را شنیدم بر ما اصلا جالب نبود. ما با او نمو افکارا با او حرفا بزرگ شدیم و این اولین بارم نبود که او قسم حرفا میشنوام. چیز جالبه بر من نبود، من تجربه زیاده حتی در امو جمهوری هم داشتم و این که من با عقیده هیچ کس کار ندارم، اما من فکر میکنم که ما زنان در افغانستان بیشتر از دو گروه همیشه صدمه دیدن، یک افرادگرهای اسلامیست و یکی هم رژیم های تروریستی بوده. کفرادگرهای اسلامی همیشه از خانواده های افغانستان بوده که پدر بوده، برادر بوده، همسر بوده، کاکا و ماما و امینا بوده و رژیم های تروریستی هم نشانش طالب و داعش و این گروه ها هست که اتفاقا خانم پریانی به گفته شما طالب
و گروه های تروریستی از دامن همان افراطیت ها که در خانواده ها وجود داره برمیخیزن و طالب میشه. او جنگجویی که امروز برخواسته و زن را دشمن خود میبینه، او جنگجو متاسفانه با همان دیدگاه در خانواده بزرگ شده، یعنی پدر، مادر و حتی زن او خانواده هم به او همین دیدگاه را داده که زن موجودی ضعیفتر، بی‌ارزشتر و در نهایت ناقص العقل است و باید در برابر زن ایستاد، در برابر زن مبارزه کرد و زن را از تمامی حق و حقوق یک انسان دور کرد. بسیار خوب. خانم پریانی، بیایید به روزهایی بریم که خیلی هم برای شما یادآور روزهای خوب نیست و اتفاقا روزهای بسیار زیاد بدی بوده و مطمئنا یاد کردن اون روزها برایتان دشوار است، اما بیایید برای ادامه مبارزه تان صحبت ها رو یک بار دیگر با یکدیگر بیان کنیم. میتونید از اون روزهایی که در بند طالبان بودید برای ما بگویید؟ اول اینکه چگونه دستگیر شدید، بعد به کجا برده شدید، بعد چگونه با شما برخورد شد، از اون اولین دقایق برخورد با شما در زندانهای طالبان تا در نهایت وقتی که آزاد شدید برای ما کوتاه بگویید. حتما سوالات زیادی در بینش هست که من از شما خواهم پرسید. خب ما سال 2019 در ماه جنوری بود که زمستان بود، هوا سرد بود، یادم نیست که ساعت چند بود، و مقصد هوا کم تاریک شد، ولی ما خبر نداشتیم که در تایم روشن‌تر از اون خانه ما محاصره بود و چهار اطراف آمادگی برای ازی گرفته بود، فقط منتظر ازی بودن کم تاریک‌تر شوه. نیمه شب بود، دروازه تک تک شد و ما و در تاریخ 16 اعتراض کرده بودیم، ما و سه خواهر دیگه، و خانه که پدر مادر نکت امی دو خواهر ما اجازه ندادیم، مشکلات ها زیاد است، کدام مشکل امنیتی رخ نکرد، خواستیم هر چهار ما همون جبه کنیم و یکی بعد از او اعتراض موضوع اجاب اجباری و چادری یک رقم امی مردم این فرنگ ما بود و امینا کوشش کردن ما رو از دهن طالب بندازن. اون موضوع در رسانه ها خصوصا از طرف افرادگرهای مذهبی هر روز مورد بحث میگرفت و حتی خواستار از این مجدد باید محکمه سرایی شوند. ما خود ما دیگر امی دروازه که وقت تک تک فهمیدیم که طالب از حالا در این وقت کی میتونه بیایه، دروازه را باز نکرد و دروازه آسته به شدت تک تک تا اینکه بالاخره شروع شد به استاندنش. شاید بدترین حالت زندگی بود که هیچ کاری از دست ما نمیاد، حالت بی کسی و تنها که با تمام معنا حسش میکنم و هر لگتی که به دروازه خانه ما نبود تسمی کردیم که به تن ما تماس میکنه، هر لگتی که به دروازه تماس میکرد ما و خواهران بدنهای ما میلرزید و تسمی کردیم که به بدن ما داره تماس میکنه و بالاخره دروازه شکستانده شد و یک گروه مردانه که تعدادشان خیلی زیاد بود، من هر بار که طرف یک گپ میزد که سعی میکرد جای نو بود، پر بودن نه چهار اطراف. وقتی که ناو دروازه دالیزه به شکستاندن شدن، من چیز دیگه دیگه از دستم نمیامد، در اتاقی که خواب یک طرف هر چهار ما استاده رفتم و دروازه را بست. وقتی که آمدن دروازه اتاق خواب تک تک کردن که دروازه را باز بکنیم، بله، در اون جریان بود که خواهرم با یکی از خبرنگارا مسیج گذاشت، گفت طالب پشت خانه ما آمده و اون در اون ساعت گفت میشه خیلی یک ویدو بگی، در اون ساعتی که اونا در اتاق خواب میشکستاندن خواهرم در امو لحظه رو گرفته میرفت، وقتی که نام متوجه شد که ویدو می متوجه شدم که ویدو گرفته میشه، گفت که شلیکو برشان که ویدو میگیرن. وقتی همین شیشه اتاق خوابه که میده کرد، من دیگه تعامل از این نتانستم که اونجا منتظر بمانم داخل اتاق خوابم، دیگه طالب میه و اونم دنی میشه. اصلا از اون ساعتی که اینا در داخل خانه شده بودن، من به فاز تجاوز جنسی رفته بودم و می فهمیدم اینا وقتی در این نیمه شب آمدن و همراه از اینا هیچ زن نیست،
و پیش از ما دخترای مزار زندانی شده بودن، روایت های وحشتناکی از اونا شنیده بودیم که همه ما رو شوکه ساخته بود. من اگه چیز نامد از این که زنده به دست طالب باشم یا به مرگ پناه ببرم، خودم از بین ببرم. ما در منزل سه خانه ما بود، من خواهرم میگفتم گفتم من دیگه تحمل ندارم چیزی از دست ما نمیاد، نمیتونم ببینم که اینا بیاین روبروی یکی دیگه بر ما تجاوز بکنن و از بین ببرن، بهتر است من میال خودم از بین ببرم. من موبایلای ما در برنده انداختم، خودم هم از آپارتمان پایان انداختم و خواهرای ما لباسای ما محکم گرفتن، لباس ما در دست خواهرای ما و ما با بدن برهنه در منزل دود اثر یک آیین پرچال افتاد. خب از اونجا پس وقتی که من افتادم دیدم چهار اطراف ماسره از بچه های یمی، خود طالبه که چیرهایشان معلوم نمیشه که طالب باشن، هر کدام پیش آمدن فزر طرف و یک تفنگدارش از بالا بود با اونمو بدن تفنگ طرف ما گرفته بود که از اینجا خود شور نتیک سرت لیک میکنم. خب از اونجا پس مرا گرفتن آوردن و یک جا با خواهرایم دستگیر کردن، در مسیر را چشمای ما را بسته کردن و به یک جای نامعلوم بردن که وقتی من بار دوم که اونجا زندانی شدم میگفتن اونجا ریاست 90 طالبا هست و پیش از اون نمیفهمیدم و تقریبا 26 روز و 26 شب ما در اون زندان میان طالبان. بسیار خوب خانم پریانی، قصه های زد و نقیز زیادی از درون زندان طالبان به بیرون درز میکنه و گفته میشه که در درون زندان های طالبان جنایت هایی صورت میگیره که به دلیل محدودیت های خبری هیچ کدام از اون جنایت ها به بیرون درز نمی کنه. هم جامعه جهانی ناآگاه هست، هم مردم افغانستان ناآگاه هستند و هم کسانی که مورد شکنجه و آزار قرار می گیرن وقتی آزاد میشن دیگر برای خیلی از مسائلی که در افغانستان سنت هست سعی میکنن که اون مسائل دیگر بازگو نکنن و یاد آن روزها را تازه نکنن. من از شما میخوایم بدانم، کاملا اختیار به اختیار خودتان هست که آیا دوست دارید او لحظات را برای بیننده ها بازگو کنید یا نه، اما واقعا در زندان چه گذشت، چه میگفتند، چه میخواستند از شما و آیا واقعا شکنجه میشدید و اگر شکنجه میشدید چگونه و چطور؟ یک گروهی که نیمه شب به خانه زنان با تفنگ با تمام دار ندار قدرت نظامی یک کشور حمله میکنه و اونم به شکل پنهانی در رسانه جرات ازیر ندارن بگن آه وقتی که ما به نظر مجرم هستم پس چرا جرات ازیر نداره که در رسانه بیاین ظاهر شون بگن آه ما اینا را دستگیر کردیم. وقتی اینا بزدلانه میایند با تمام قدرتش پنهانی از و دور از چشم رسانه و مردم تو را اسیر میکنن و زندان میبرن که قرار است چرا علیه نظام اسلامی استاده هستی و اعتراض میکنی، و زندان میبرند که امو از ما تا سال 2022 خب ما مسلمانم بودم در یک خانواده مذهبی مثل افغانستان بزرگم شده بودم، نماز هم میخواندم، روزا هم میگرفتم، ولی بعد از سال 2022 ما همو عقاید داشتم تمامش از بین رفت. در زندان رفتیم که هر لحظه از شریعت میگن، از حجاب میگن و لقب ما هم لقبای زنای بیفت و فایشه گفته میشه، اما بدترین بیفتترین زمان را من زمان سپری کردم که طالب به خانه ما آمد. بی‌شرفانه ترین زندگی از زمان تجربه کردم. خودم یک دختر حقیر و بیچاره زمان است کردم که در زندان طالب بودم. ما شب که رفتیم، شب اول که در اون زندان رفتیم، ما و سه خواهرم بود، وقتی اینا موبایلای خواهرم چک کردن بالاخره ما شناسایی شدیم، ما هم در اعتراضا بودیم و خصوصا ویدوی چادری سوختاندنه که ما در یک اعتراض ما حجاب اجباری چادری بود که به خاطرش دخترها را کس موتر برش استاد نمیکرد، در بدخشان و تخار اولین بار شلاق زده بودن چون چادری ندارین،
ما یکی از بخش های اعتراض ما اجاب اجباری بود که ما چادری طالبه نمیخواییم. وقتی کونا او ویدو را دیده بودن در او زندان که ما هستم، نیمه شب بود، مرا به یک اتاق بردن. یک اتاق بود که تمام اتاقایی که ما بودیم کمره داشت و یک اتاق بود که در بین از او اتاق یک اتاق کوچک بود، دفتر خود طالبا بود، جایی که کمره نداشت و در اونجا فقط یک دو سه دانه کاوچ ماندگی بود و پرنترشان و یک دانه دسکتاپ. و در داخل از او اتاق یک اتاق کوچک دیگه بود که یک چوکی در اونجا ماندگی بود و یک دانه میز و یک طرفشان پرچم طالب. اون اتاق کوچکی بود که تنها کمره نداشت. می شب مرا به اتاق بردن، شروع کردن و فرش دادن. خب یکیش گفت که شاک برقی بیار که اینا اعتراف بکنن که از کجا پول میگیرن. و من گفتم مر چی که میدانم میگم، اما نیاز بر از این نیست. من شکنجه شام زمانی هم انداخته بودم، در سر آینه افتاده بودم، تمام بدنم زخمی تکه و پاره. گفتم من توان شکنجه بیار ندانم، هر چی که میدانم میگم. ما گفتم که ما یعنی از جای ما این خواست خود ما بوده که رفتیم، اما اونا همیشه اصرار میکردن نه. و موضوع از این که من لباسم در دست خواهرای مانده بود، اینا میگفت فقط تو زن بی حیا بودی که خودت برهنه کردی انداختی. میگفت اینجا میره برهنه بکنین، لباسایش از تنش دور بکنین، عکس‌ها و ویدیوهایش بگیرین، جوری عکسای اعتراض که با چادری کورا کلام الله میگفتن، میفتن به کلام الله توهین کرده، عکسای لخت از این گرفته شوه، جوری از این ویدیو انداخته شوه و گفته شوه که چه قسم زنا علی نظام اسلامی اعتراض میکنن. در روش هم من نمیفهمیدم که بر شکنجه روحی برهنه میشم. هر قدر که برشان عذر کردم اصلا کسی نبود که حرفت بشنوه. یک داستان مذهبی که ما از مدرسه یاد گرفته بودیم، زمانی که به قبر میری و آدم گناهکار هستی و تو را دو فرشته لت و کوک میکنه و که نه گوش دارن نه چشم دارن، اصلا اون شب من اونمو صحنه را خیالی میدیدم، میگفتم اینمی طالب است که اصلا گوش نداره که بشنوه. خب من لباسای ما بزور از تنم دو کردم و عکس و ویدوهایی گرفتم که اصلا من نمیفهمیدم که اون عکس و ویدو برای شکنجه یا برای نشر و پخش اصلا تصور نمیفهم میکردم برای تجاوز میکنن. و از اون ساعت تا وقتی که از اون زندان ها بیرون شدم همیشه روح هم اسم میکردم، هر بار که دروازه این باز میشد اسم میکردم به من تجاوز میشه. و زمان که عکس و ویدو اینا رو گرفتم و اصلا خودم نمیدیدم که یعنی تنها به عکس کافیست، نمیتونستم تا پس خودم دوباره لباس از دست ترس و وحشت و دست پای درزش میکرد دوباره بپوشم. و بالای سرم یک طرف مام پرچم طالب لایلا و لالا محمد رسول الله میفتم، خدایی که قدر وقت فریاد میکشیدیم کجا بود؟ و تمام این چیزایی که در این سالا بر ما آموزش دادن کار کردن فقط تمامش یک حرف دروغی بود. و اصلا دیگه عقیده بعد از اون نبره دین داشتم، نبره نه دیگه اعتماد بر مردایی که در افغانستان بیاین داد و فریاد از غیرت و از شریعت و نمیفهمم از زنان بایفت بزن. اصلا تمام این چیزا بر من بیخی یک حرف تمسخرآمیز بی‌معنای شده بود. و بعد از او ما در او زندان بودیم تقریبا دو هفته در اتاقای سرد که فقط یک طرف توشکای شکل سپرینگی از او بود و چند کمپلای بود. اینقدر سرد بود که من با دو خواهر کوچکم در یک سلول بودیم و تمنا خواهرم در
رول دیگه بود. عصبی زیاد اینقدر خدا به یکی دیگه فشار میدادیم، یک جا کوشش میکردیم که یک جا باشیم، پاها و دست ما با یکی دیگه تماس بکنن، اما هیچ بدن گرم نمی آمد. و از قسمت پشت قسمت های کمر سونیم قسمت های قدر دایین صدمه دیده بود که وقتی خودم هم انداختم پس دوباره از جایم بلند شدن، یا وقتی که میشیشتم نمیتونستم خودم پایین بکنم و هر دقام دروازه ما هر باری که میخواستن باز شده میرم. حداقل میفتم اینقدر که نظام اسلامی بود، اینقدر که اینا قربانی میگن دادیم و شهادت و نمیدانم اینا هم دادن، حداقل یک دونه پلیس زن میبود اینجا، حداقل همون ترس از اونمو محیط داشتم و همون یک کم کمتر میفتم. خب تنها خیر شکنجه میشم، حداقل ترس از این نیست که مشب روز قطعی مردا در اینجا هستم. و بعد دو هفته وقتی که در بیرون صداها زیاد شد، باز اینا بر ما فرش آوردن در اتاق ما و هر روز در اتاقی که می بردن دیگه وقت قاضی می آمدن در اتاق می گفت روی تا پنهان کو چادر تا درست بپوش. باز وقتی که در اتاق می رفتی هر روز از او ویدو گرفتن، یک شب عکس براه نگرفتن ولی دیگه هر روزش عکس و ویدوهای اعترافی تا می گرفتن که بگو من پشیمان هستم، من چرا این کارها را کردم. و در اون ما چادرهای کوچک داشتیم و دو هفته بعدش گویی پرش و بخاری که به اتاقای ما آوردن، یک چند دانه شالای کلان و لباسای کلان هم آوردن که لباسایتان به عفت است، مجاهدین شما را قسم نبینه، حالا از این لباسا و از این چادرها بپوشین، یک چیز نمایشی. و بعد از او بازار باری در اتاق می رفتیم که اتون شالای کلان عکس ها و ویدوهای ما را گرفته می رفتن. هر روز این کار طالب بود. بسیار خوب. خانم پریانی چند سوال. یکی این که اول به ذبیح‌الله مجاهد که کسی که همین شب و روزها در کابل و در قندهار سر و صدای زیادی است مبنی بر اینکه او وزیر خارجه شوه یا نشوه، چند وقت پیش آمد و گفت که در تمامی زندان‌های زنان در حکومت طالبان زنان زندانبان هستند و زنان از زنان زندانی محافظت میکنند و مراقبت میکنند. از سوی دیگر زندانیان زن که از زندانهای طالبان بیرون آمدند ادعایشان این است که هیچ زنی به عنوان زندانبان از آنان محافظت و مراقبت نمیکرد، همه مرد بودند. من فکر میکنم که گروه های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق بشر و اینهایی که سالیان سال نزدیک به 20 سال در افغانستان خودشان فربه ساختند، فن گرفتند، پول های میلیونی گرفتند و به نام زن افغانستان تجارت کردند، یکی از گروه های بین المللی حالا بیاید و بره سری به همان زندان ها بزنه و واقعا بگرده به دنبال حقیقت. این طالبی که ما میبینیم طالب دشمن مردم افغانستان است، در حال حاضر خیلی زیاد هم به خارجی ها وابسته هستند، هیچ خطری هم جان هیچ خارجی را در افغانستان تهدید نمیکنند، اما برن و ببینن واقعا که اوضاع چه قرار است. از یک سو مجاهد میگه که تمام زندانبانان زن هستند، از یک سو خانم پریانی میگه که هیچ زنی در اون زندان وجود نداشت و حضور نداشت تا زندانبان باشه. خانم پریانی چند سوال کوتاه. اولی که میگن تنها کسی که، یعنی واقعا هیچ کس نمیتونه شما را درک کنه، این را من به جرئت میتونم بگویم، هر کسی که حالا این برنامه رو میبینه و فکر میکنه که با شنیدن صحبت هایتون شما رو درک کرده، این احساس درستی نیست. اون وحشتی که شما از او قصه کردید، اون وحشتی که شما از او گفتید، چیزی نیست که با گفتن کسی دیگر بتونه او رو درک کنه. و من مطمئن هستم که به آسانی همو خاطرات از ذهن شما پاک نمیشه، اما باید مبارزه کرد و باید ایستاد و باید در مقابل گروه تروریستی مثل طالب مقاومت کرد. چاره دیگری وجود نداره خانم پریانی. از سوی دیگر من میخوام چند سوال داشته باشم. یک،
اینکه آیا تمام افراد طالبان که شما را دستگیر کردند، شما را بردن به زندان، در زندان با شما در ارتباط بودند، شکنجه می کردند و بازپرسی می کردند، آیا همه افغان بودند؟ آیا همه به زبان فارسی دری و پشتو صحبت می کردند یا زبانهای دیگری هم بود؟ یا احساس کردید که شاید غیر افغان هم در میانشان باشه؟ یک. و دو، آیا دیگر زنان و دختران هم در زندان بودند و می شنیدید که آنها هم شکنجه شد و صدای از آنها می شنیدید یا نه؟ اول اینکه اکثرشان از طالبایی که ما به اونا زندان بودیم از قوم پشتو افغانستان بودن. یک بچه که در اونجا همیشه آیپد دفتر پیش از موبایل های دخترها و عکس های نیمالخ دینا را او در اون حال میداد و گاهی اسکرین شات میگرفت. اونو بچه بچه بود که نیم فارسی حرف میزد، نیم انگلیسی. فکر میکنم اونو بچه افغان بود که در پاکستان بزرگ شده بود، مقصد نه پشتو مکمل گپ میزد نه فارسی، فقط همون بخش کامپیوتر کارشان که در بخشای عکس و ویدیو نیاز می بود تو بچه را صدا میکردن. احتمالاً مسئول کارای آی تی و بعضی چیزهای دیگه شون او بوده، او یکی از پاکستان آورده بودن چون بله. و در اون شب که ما رفتیم فقط پروانه پیش از ما زندانی شده بود و خیلی دقیق به یادم نیست، 3 روز یا 2 روز بعد از او یک اش یا 9 تا زن دیگه بود که آوردن زندانی کردن کونا را به جرم از اینکه داعش هستن با کودکای خیلی زیاد اونا را زندانی کردن. و یک شب صدای لطف همو زنم به گوشم آمد، یک کس بود به پشتو گفت خوار عبدالله کدامتان است و همو زن صدای شلاقی که میزدن به گوشم آمد و از این کنجه تا دکتر زن نبود، دخترها که حالتشان خراب میشد و همی زنهای داعش کنجه زندانی بودن. طالبا میفهمید که من قابل هستم، در خانه کامده بود، تمام همو اسناد دیپلم هرچی که بودم از ما را جوری پاسپورت تذکره همه چیز ما از خانه ما با خود زندان برده بودن. و اونجا مرا میگفت که خیلی ما دکتر نداریم، زنها مریض است، ولی نگو که تو کی هستی، متعدد هستی که یا زنهای داعش هستن، خود از اینا تو را اینجا از بین نبرم. و اونجا رفتم دیدم خودم زنهای داعش اونجا، میگفت ما داعش نیستیم، اینا ما ناقی آوردن در این زندان. و او خانم ها یک مدت کمی بودن و بعد از اونا از اون زندان آزاد شدن. ولی بعد 2 هفته بعدش بود که پروانه، ما و خواهرایم زندانی بودیم و بعد از ما 2 هفته بعد مرسل دو زندان آورده شد و 1 روز بعد از مرسل یا همون شبش امیر هم سعی بیادم نیست که زهرا را آوردن دو زندان. تقریبا 7 دختر دو زندان مانده. بسیار خوب. خب امروز خبرها این است که خبرها این است که حدود 87 نفر، بیشتر از 80 نفر در زندان‌های طالبان در این کمتر از 3 سال کشته شدند بر اثر شکنجه‌هایی که بر آنها وارد شده و تحمیل شده و شکنجه‌ها هم عجیب و غریب بوده، از ضربه زدن به آلت تناسلی گرفته تا غرق مصنوعی تا آویزان کردن از سقف تا شکنجه های روحی که آنقدر شدید شده، آنقدر شدید شده که فرد جان خود از دست داده. و خب این مباحثی است که وجود داره. اما خانم بریانی امروز کجا هستید؟ چه می کنید؟ هنوز هم دادخواهی و مبارزه کردن در برابر گروه طالبان حاکمان امروز کابل ادامه داره یا نه؟ استاپ شده؟ شما از شکنجه یاد کردین. ما در اون مدت که در زندان بودم اگر 1 شب یا 2 شب یا 3 شب که صدای شکنجه خواهر ما شنیدم یا خود ما مورد لطکوب فیزیکی قرار می گرفتیم یا صدای زن داعش که لطکوب شنیدم، هر شب از او شاید دو شب یا سه شب که نشنیده باشم، هر شب صدای شکنجه خواهر ما در زندان می شنیدم. و این برای آسان نبود. در او زندان صدای او فریاد یک مرد که فریاد میکشید میگه بس از توبه کردم نزد طالب. و حتی کسایی را که اینا در جریان
دستگیری شلیک میکردن، لکوب میکردن، زخمی در مو زندان نگهداری میکردن. یک روز یک کسای سارنوال میگفتن شب با دستای خول خونپار آمد، گفت ما اینجا یک دانه زخمی داریم. و فقط نالش یک مرد میآمد، دستایش خون خونپار، لباسش خونپار، که خودشان اونجا میرفتن باز وقتی که وضعیتش خراب میشد خودشان دکتر اونجا میشدن، سارنوال، و خودشان تمکارا بودن دیگه در اون زندان. و در اونمو حالتا باز بعضی از اون زندانی ها میمرد. یک روز یک کس دیگه به نام علی میگفتن، علی یک کس بود از کندوز، بالای سر ما استاد بود، به مو طالب دیگه میگفت که مردش بردی بود، نگرفته بود در آ، گفت خانوادش چیزی نگفته بود، نه، یعنی با قدر بی کسی از اونمو زخمی ها میبردن تسلیم خانواده. و دفعه دومی که در 90 متنا صدا کنجره میشنیدم که کنای اتاق ما خرد بود و کمره بود پایین جای سعی کردن نمیشد. و در ریاست چیم در روز دفعه دوم کنجا زندانی بودم، در اونجا گاه گاه صدای شکنجره میشنیدم، به بهانه تشنا وقتی بیرون میشدم اونجا خانما یک نل خراب بود که دست خودم موندن که کنای از او هم خیلی بلند کوچک بود از تشنا، و پایین صحن اولی چل معلوم میشد. در ریاست چل مردا از دستاشان دلقه ها آویزان بود، بله را آب ماندگی بود که شکنجه میکردن و یک بار میکردن او را در داخل بله را آب سرشن میکردن. از دستای یک مرد بود که لباساشان از تنشان دور و صورتاشان ده بخون، از دستاشان دلقه بند و از پایین اونا لطو خوب میشدن. و اون چیغ و فریادای شام بود که تمام امو صحن نمیده. این چیزایی بود که من در اون زندان ها دیدم. و موضوع از این که انوس مبارزه میکنم، صدا بلند میکنم، زمانی که من به زندان تا رفتم یک آدم بکس، یک آدم هیچ چیزی در دستم نداشتم، و اگر تالا اینقدر صدا نمی بود، صدای رازی نمی بود، شاید من و خواهرهای مثل هزاران دختر که جسدهایشان دو پرکوش افتاد، ما هم میموردم، ما هم کشته میشدیم، ما هم مورد تجاوز جنسی قرار میگرفتیم و مثل هزاران زن دیگه گمنام از بین میرفتیم. اما صدای عدالت که صدا بلند کردن و امروز من هستم و امروزم ما یک روز که اون زندان فراموش بکنم، مطمئن هستم امروز یک جناب لشکری ما و خودت اینجا اون زندان خالی نیست و اون شکنجگاه ها هنوز پر از مردان بدفاع هست، هنوز از زنان بدفاع هست که کس گمنامند، کس خبر نداره و طالب هرچی که میخواید بالایشان انجام میتن. و من دارم با تک تک آدم هایی که در اون سرزمین گیر ماندن با اونا زندگی میکنم. شاید چیز زیادی از دست نبیاید، ولی اقل من به صدای اعتراضی کس مرا به زور تفنگ از زندان طالب آزاد نکرد، با صدای اعتراضی و عدالت بلند شده میخوایم تا زمانی که تروریست در سرزمین باشه میخوایم صدای عدالت خواهی را بلند بکنم و نگذارم این خاموش اونا جنایت کرده برند. بله، چیزی که خیلی واضح هست صحبت شماست خانم پریانی، که همین امروزی که من با شما صحبت میکنم، همین امروز هم زندان ها خالی نیست، طبیعتا خالی نیست، همین امروز هم او شکنجگاه ها خالی نیست و طبیعتا که خالی نیست. و شیوه مدیریت حاکمان گروه طالبان هم طوریست که، یا شیوه تربیت سیاسی و نظامیشان طوریست که هیچ بعید نیست که کشتارها ادامه داشته باشه، کشتارهای پنهانی ادامه داشته باشه، شکنجه ها ادامه داشته باشه و هیچ کسی هم نتونه از آنها چیزی بپرسه و خودشان هم حاضر نیستن که به هیچ کسی پاسخ بدن. یک گروه خودکامه تروریستی که با معامله‌گری و جنگ و کشتار مردم بیگناه در افغانستان آمده و به قدرت رسیده و یک مشت انسان‌هایی که به قول شما اگر قرار باشه یک عکس هم از یک موبایل و کامپیوتر کپی پیست کنن، او را هم بلد نیستن، باید برن یک انجینیر پاکستانی رو بیارن که برشان او کار کنن و در او کوها و دشت‌های بزرگ شدن که شاید به قول یک بزرگواری که چند وقت پیش مصاحبه من شنیدم، اون بزرگوار میگفت که هر 6 ماه یک بار تنشان با آب نخورده، کسی که از ابتدایی ترین نظافت زندگی خود محروم بوده و بلد نیست و آشنا نیست، او
مطمئنن ارتباط خوبی با انسان نمیتونه برقرار کنه و بوی خیلی زیادی از انسانیت هم نبرده و از حق و حقوق اولیه یک شهروندم نبرده. متاسفانه این چیزها وجود داره و من امیدوار هستم که دری باز شود برای مردم افغانستان و بتونن خود از این شکنجهگاه بزرگی به نام افغانستان که امروز همه مردم افغانستان در اون شکنجهگاه هستند نجات پیدا کنند. از لحاظ اقتصادی هر روز در حال بدتر شدن هستیم، از لحاظ سیاسی هر روز در حال بدتر شدن هستیم، از لحاظ محدودیت‌های اجتماعی هر روز در حال بدتر شدن هستیم، فصل گرما در حال رفتن، از زمستان و پاییز در حال آمدن هست و من نگران اون مردمی هستم که حتی نمیتونن خانه خود را، یک اتاق خود را در 3 ماه 4 ماه سرمای افغانستان و کابل یک شب گرم کنند. و این طالب خوش است که ما حکومت میکنیم و و و و و, و خیلی موضوعات و چیزهای دیگه. سپاسگزار هستم از شما خانم پریانی. امیدوار هستم که روزی افغانستان سرزمین مشترک همه ما و شما جایی باشه برای زندگی صلح‌آمیز برای همه هموطنانمان، برای همه شهروندان ما. و من امیدوار هستم که روزی در کابل ما با شما ما و شما مصاحبه داشته باشیم و در رابطه با روزهای غربت و مهاجرت با یکدیگر صحبت کنیم و از کابل لذت ببریم. سپاسگزار هستم که امروز مهمان برنامه کاکتوس بودید. ممنون از خودتان لشکر عزیز و برازی که شما هم حضور دارید. ما امروز تفنگ چیز نداریم و صدای همدیگر هست و در مقابل ما یک گروه تنها تروریست نه، دروغگویی که از امی وسیله مهمی دوباره علی خودمان استفاده کنند بر خاطر تبلیغات خود که بیشتر یک چند روز دیگه بتونن حاکمیت بکنن دروغ میگن. و یک موضوع دیگه ای که کس اگر اینا را پاسخگو قرار بده، ولی ما خودمان حداقل ما دخترای زیاد حرفای خودم میگم با سازمانهای حقوق بشری بگویم. سازمانهای حقوق بشری چی میگن؟ تمام کیسایی را کردن، اسنادایی را جور کردن، سر به سر به دادگاه انداختن، ولی باز ما هر بار هر رژیمی که تحقیق کرد باز قربانی داده رفتیم. ولی این بار فکر میکنم تنها راه حل هوشیاری خود مردم افغانستان هست که دیگه نبگن برای ما آمدیم ما را به بهشت میبریم و رژیم اسلامی آوردیم. فقط روزی است که ما خود باید تصمیم بگیریم و زندگی انسانی را خودمان برای خودمان. سلامت سپاسگزار هستم از شما خانم پریانی. با آرزوی موفقیت و با امید این که روزی مبارزاتتان برای آزادی افغانستان به نتیجه برسه. خدا نگهدار. سپاسگزار از شما هموطنان گرامی. برنامه امروز را مشاهده کردید. صحبت‌های خانم پریانی بود. فراموش نکنید که ما تنها در حد خبرنگار میتونیم که بپرسیم و مهمانها راویان داستانهای خودشان هستند. ما با عنوان خبرنگار و خبرنگاران نه چیزی را میتونیم کم کنیم نه چیزی را میتونیم زیاد کنیم اگر بر رسالت خود پایبند باشیم. در غیر او خیلی کارهای دیگر میشه انجام داد، اما ما بر رسالت خود پایبند هستیم و روایتهای شما را به گوش شما میرسانیم. از میان گروه طالبان هر کسی که حاضر است که در برابر گفته های خانم پریانی از خود دفاع کنه، از او مولوی که به نمایندگی از گروه طالبان ایمان خود فروخته و به منبر خانه خدا میره و بر جای رسول الله تکیه میزنه و شروع میکنه به فحش و دشنام دادن گرفته تا هر کس دیگری از میان گروه طالبان. فراموش نکنید گروه طالبان، فراموش نکنید جبهه مقاومت، فراموش نکنید تمام کسانی که دخیل هستید، فراموش نکنید تمام کسانی که در کاکتوس احساس میکنید به شما تلنگری وارد میشه که ما خبرنگار هستیم و همین پلتفرم پلتفرمی است که شما هم میتونید از خود دفاع کنید. پس گزافه‌گویی نباشه که در بیرون از برنامه کاکتوس بیایید و مثل خیلی از کسان دیگری که در این شب و روز آمدن صحبت کردن صحبت کنید و فکر کنید که در اینجا ما طرف واقع شدیم. از شما سپاسگزار هستم. مردم بزرگ افغانستان، مردم شریف افغانستان، مردم مبارز افغانستان، چه آنهایی که در بیرون هستید، چه آنهایی که در داخل افغانستان هستید و من مطمئن هستم که شب و روزهای سختی را پشت سر میگذارید، فراموش نکنید که ما در کنار یکدیگر
قدرتمند هستیم، ما در کنار یکدیگر برای دشمنانمان ترسناک هستیم و ما به تنهایی هیچ چیزی نیستیم. پس بیایید در کنار یکدیگر بیستیم، مبارزه کنیم، مبارزه ای که نه صرفا خون و خون ریزی داشته باشه، مبارزه مدنی کنیم تا بتانیم در برابر شاید غیر مدنی ترین گروه و حاکم امروز جهان به پیروزی برسیم. سپاسگزار هستم از شما که برنامه این هفته را دنبال کردید و این هفته با خانم پریانی بود. خدا نگهدار.